با پادکست خبری از خبر 24 در خدمت شما هستیم. سال آینده هواوی 100 میلیون گوشی هوشمند 5G به بازار چین عرضه می کند. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از زنجیره تأمین هواوی به نظر می رسد این شرکت قصد دارد سال آینده 100 میلیون گوشی هوشمند 5G به بازار چین عرضه کند. با نزدیک شدن به پایان سال 2019 کاربران منتظر معرفی دستگاه های جدید 2020 به بازار هستند. البته با توجه به آخرین اخبار به نظر می رسد در سال جدید میلادی شاهد رونمایی و عرضه گوشی های هوشمند 5G متنوعی به بازار باشیم. احتمالاً چین به عنوان بزرگترین بازار دستگاه‌های مجهز به شبکه نسل جدید 5G شناخته می‌شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها شرکت هواوی به تنهایی قصد دارد 100 میلیون گوشی هوشمند 5G در بازار این کشور عرضه کند. اولین خودروی ملی ترکیه با برند تایگ رونمایی شد. با سرمایه‌گذاری 3.7 میلیارد دلار و صرف 13 سال زمان شرکت تایگ خودروهایی تولید خواهد کرد که تمامی قطعات آن ساخت ترکیه هستند. اولین محصول یک شاسی بلند برقی هماهنگ با استانداردهای جهانی خواهد. در سال 2010 رئیس جمهوری ترکیه از صنعتگران این کشور خواست برای تولید خودروی ملی ترکیه تلاش کنند و امروز با حضور رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان مراسم افتتاحیه و رونمایی از اولین خودروی ملی ترکیه با برند تایگ انجام شد. کامیون‌های پست نیویورک با دوچرخه جایگزین می‌شوند. شهرداری نیویورک قصد دارد کامیون‌های پست را با کمک شرکت‌های آمازون، DHL و UPS با دوچرخه ها جایگزین کند. شهرداری نیویورک اعلام کرده است به منظور کاهش ترافیک در بخش های مرکزی این شهر و منهتن تلاش می کند شرکت های پستی را به استفاده از دوچرخه به جای کامیون ترغیب کند. اوایل ماه میلادی جاری شهرداری نیویورک از برنامه‌ای 6 ماهه خبر داد که در آن دوچرخه های باری به صورت آزمایشی در بخشی از منهتن استفاده می شوند.